دایی جون، دایی مجید، دایی من نگاه کن، دایی تو رو خدا با هم حرف بزن، جون آبجی مرحمت دایی. برو از اینجا، برو اینجا جای تو نیست، جای مرده هاست. دایی جون ببین، یه کار خیلی مهم باهات دارم ها. دیگه هیچ کاری واسه هم مهم نیست. دایی بمیرم برات، نگاه کن خودتو به چه روزی انداختی. چند ساعته؟ تازه اولش 50 ساعت دیگه مونده که هر ثانیهش 50,000 سال، که هر سالش 50 قرنه. دایی بذار واسه چای دم کنم، گلوت خیلی خشکه. نه سردمه. خب چایی که بهت بدم گرم میشی. تب دارم، اصلا تب دارم. دایی جون میخوای بریم دکتر؟ تو رو خدا بیا بریم دکتر. نه یه کاری واسه هم میکنی؟ آره آره دایی، هرچی بخوای، هرچی بگی. برام سم بگیر. سم؟ سم، برام سم بگیر. واسه چی؟ میخوام بدم به این سوسکا و مورچه ها، دارن تن و بدنم رو میخورن، شب و روز بلم نمی کنم. چی از جون من میخوان اینا؟ چی از جون من میخوان اینا؟ چرا بلم نمی کنم؟ ببین چقدر زشته، داره میخنده، نگاه کن، ببین دهنشو، ببین. برو هنیزه، برو برو، میخوام تنها باشم. Thank you.
گذشته ها گذشته. ما باید حتما تو فردا شب بریم پیش پدر بزرگ. من با دکترش صحبت کردم. اون در واقع داره با مرگ چونه میزنه تو شماها رو ببینه. افسانه پدر بزرگشه. کارش نمیتونه بکنه. اما منو معاف کنی. شما باید این دم آخری گذشته ها رو فراموش کنید. فراموش کنی؟ شما میدونید بی مادری یعنی چی؟ میدونید در بدری یعنی چی؟ میدونید عذاب تنهایی این همه سال یعنی چی؟ میدونم. میدونم. اما چه کارش میشه کرد؟ میشه همه عمر با کینه زندگی کرد؟ ها؟ میشه؟ شما فکر میکنین که من دکتر رو با نفرت بزرگ کردم؟ نه، من در گوش دکترم فقط نغمه های عشق و محبت رو خوندم. نه، ما با کینه زندگی نکردیم و نمیکنیم. حالا هم راضی به عذاب کشیدن یه پیرمرد لبگور نیستیم. امروز که من منیجر رو دیدم، اونم به جز خودش از هیچ کس کینه نداشت. اون حتی مژدگانی ما هم قبول نکرد. اونم فقط میخواست که شما همه چیزو فراموش کنید. بعضی از رنجا رو نمیشه فراموش کرد. من برای همه عمر رازی رو در سینه حفظ کردم که مبادا دکترم با نفرت بزرگ بشه. من تحمل شنیدنش رو دارم. اگر شما طاقت گفتنش رو داشته باشید. شاید تارا فوت نمی کرد. اون پاپوشی هم که برام درست کردن منو به زندون انداخت، پدر بزرگت برام درست کرده بود. مادر، با این همه من ازتون خواهش میکنم که سه نفری با هم بریم تبریز. پدر بزرگ شاید طول و آفتاب فردا رو نبینه. فقط همین یک بار و شاید آخرین بار. هر آدمی تو زندگیش فقط یک بار داغ بیمادری رو میچشه و من تو این سالها هزار بار این درد رو تجربه کردم. من همینجا میمونم. ولی پدر بزرگ میخواد تو رو ببینه، صدا تو بشنوه، حلالیت به طلبه. ببخشید. الو، سلام پدر بزرگ. چی؟ آقا از وقتی که شنیدن شما افسانه خانم رو پیدا کردید دیگه آروم و قرار ندارن. آقا رضا، تا قبل از که دیر بشه حرکت کنید. میتونن حرف بزنن؟ دکتر اجازه نمیده، اما شاید شنیدن صدای افسانه خانم کمی برای حالشون بهتر باشه. بسیار خوب. پدر بزرگ. نمیتونم. افسانه خانم. نمیتونم. صحبت کنید. آقا، آقا، افسانه خانم پشت خطه. سلام. آقا رضا، تا قبل از اینکه دیر بشه خودتون رو برسونید.
ما با اولین پروازی که بلیط گیرمون بیاد پیش آقا بزرگ هستیم. فعلا خداحافظ. میریم تبریز، اما شما قول دادید سر خاک مادر هم بریم. فقط واسه 24 ساعت. اون پیرمرد بیچاره برای ثانیه‌ای هم دلش خوشه. اگه ما رو زودتر پیدا کرده بودی. من وقتی فهمیدم منیجر داره منو گمراه میکنه که شما رو پیدا نکنم، اصلا نظرم در موردش عوض نشد، چون تونستم درکش کنم. به خاطر همین بخشیدمش. شما هم بهتره به دلتون مراجعه کنید. اما اونا با زندگی تنها دختر من بازی کردن. ما به اونا اعتماد کردیم. اما اونا چی؟ اونا تا یه قدم یه دوزخم رفتن، اما برگشتن. میدونی چرا؟ چون جوهرشو داشتن. مهم برگشتن اوناست. مهم برداشتن اون قدم آخر بود که اونا بر نداشتن. همه پل‌های پشت سر ما خراب شده. دیگه راهی نیست. اون مثل جوجه‌ای میمونه که داره تخم خودشو میشکنه تا به دنیای جدید پا بذاره. کی این چیزا رو به شما گفته؟ منیژه. و نمیدونم چرا و چطور. ولی یه احساس درونی به من میگه که بهشون اعتماد کن. من هیچ وقت برادری تو زندگیم نداشتم، اما خوشحالم که رضای دوران بازی‌های کودکانه مقابلم نشسته و برادرانه به هم کمک میکنه. امشب شب برملو کردن راز هاست. شما دوتا مثل خواهر و برادر نیستین، واقعا خواهر و برادرین. خواهر و برادر؟ رو شیر داد. مادر رضا، شما خواهر و برادر رضایی هستید. خواهر و برادر رضایی؟ بله. وقتی که دو تا بچه از یک مادر شیر خورده باشن خواهر و برادر میشن، یعنی به هم محرمن، مثل دو تا خواهر برادر معمولی. در تمام این سالها یه احساس محبت و دلتنگی عجیبی نسبت به افسانه داشتم. یه خاطره محو ولی جذاب از سالهای کودکی ما تو باغ پدر بزرگ. یادتونه؟ آقا بزرگ چیزی بهت نگفته بود؟ نه، آقا بزرگ تو اون خونه به اون درندشتی کجا میدونست که کی به کی شیر میده؟ شما از کجا میدونی؟ پروین خانم، مادرت، خدا بیامرزدش. خدا رحمتش کنه. وقتی زندون بودم اومد ملاقاتم، بهم گفت
آقا ابراهیم، خیالت از بابت افسانه راحت باشه. هم به رضا شیر میدم، هم به افسانه. خدا رحمتش کنه. همیشه خبر سلامتی افسانه رو دور از چشم آقا بزرگ می آورد بسن. الو، سلام، ممنون. ده صبح زودتر نمیشد؟ خیلی خوب، ممنون. نه، من فردا صبح میام دفتر خودم میگیرم. آره، نه دیگه، قربان شما، خداحافظ. خب، اینم از بلیط تبریز. مثل اینکه همه چیزو مرتب کردی. از کجا میدونستی که ما هم همراهت میایم؟ خودتون گفتین که نخ تنفر از تناب محبت چیه؟ محکمتره. اما به این سرعت و به این راحتی؟ این آژانس هواپیمایی از اموال موروثی شماست افسانه خانم. اگه نخواد برای صاحب خودش بلیط گیر بیاره که دیگه باید تعطیلش کرد. نمردیم و صاحب آژانس هم شدیم. میخواستم نظر شما رو در مورد مجید و این مسائل چند روزه بدونم. سوال دشواریه. میدونم که میدونی با همه آزارهایی که به ما رسوندن، اما منم ته دلم از مجید بدم نمیاد. اون یه جورایی شبیه دوران جوانی خود منه. شر و شورش، بلند پروازیاش، جسارتش و از همه مهمتر چیزی که منو هنوز کاملا از اون ناامید نکرده اینه که ته نگاه افسانه میخونم که هنوز دلش پیش مجیده. اما چی؟ اعتیاد. اگه اون این نقطه ضعف رو نداشت، اگه یه مجید سالم و تندرست بود، مناسبترین آدم برای ازدواج با افسانه بود. اما اگه بخواد اون ترک بکنه، اگه بخواد بشه مردی که شما میگین و افسانه میخواد، اون موقع چی ها؟ ترک اعتیاد کار هر کسی نیست، خیلی سخته. دکتر سالمی میگفت فقط 2% امکان ترک است. و برای مجید رقیب 0%. میوه بر شاخه شدم، سنگ پاره در کف کودک. میوه بر شاخه شدم، سنگ پاره در کف کودک. تلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزند خویشتنم، چنین که دست تطاول به خود گشاد منم. بالا بلند بر جلو خان منظرم، چون گردش اطلسی ابر قدم بردار. از هجوم پرنده بی پناهی چون به خانه باز آیم، پیش از آن که در بگشایم. می روم که یا با زندگیم ودا کنم و یا با نفرین شوم اعتیاد. مجید. خانم دکتر یعقوبی نمیادن امروز؟ ولی با این شاکی که بهشون وارد شده فکر نمی کنم یه چند روزی بیان. فعلا که یه ماه مرخصی گرفت. میفهمم، ولی با شرط روحی که دارن بهتره سر کارشون حاضر باشن. تنهایی انزوا راه حل مناسبی نیست. درسته. میگم دکتر، شما فکر نمی کنین که این پسر خاله رضا شاید یک کلکی تو کارش باشه؟ هیچ بعید نیست. امروزه دیگه از ظاهر افراد نمیشه به باطنشون پی برد. من از وقتی که فهمیدم این هنوز با خانواده صحرایی ارتباطش رو قطع نکرده بهش مشغول شدم. هیچ بعید نیست.
من که خوشحالم. هر کاری از دستم برمی آمد برای آگاهی خانم دکتر انجام دادم. میبخشید دکتر. شما هنوزم، یعنی میخوام بگم که شما هنوزم احساستون نسبت به افسانه یک اپسیلون حتی هیچی از میزان علاقه من نسبت بهشون کم نشد. خانم دکتر رهنما، خب دیگه با من کاری نیست؟ چرا حتما؟ میخواستم اگر موافق باشی امروز حتما بریم به عیادت خانم دکتر. انشالله وقتی از سفر برگشتن. مگر قرار سفر برن؟ بله عازم سفر تبریز هستن برای دیدن پدر بزرگشون، با پدرشون و پسر خالشون. نه حتما باید امروز من ببینم. خانم دکتر رهنما اورژانس. فرمایش؟ سلام برام خان. منم. من یعنی من؟ به من چه؟ دوباره سلام عرض شد برام خان. چی شده؟ به تو چه که چی شده؟ خودت پیغام دادی که بیا کارت دارم. میخوای برگرد. هری! خب برگرد به من چه؟ اگه دلخوری پیش اومده خودم نوکرتم. به خدا بدهیم و همین روزا بهت میدم. ناراحت نباش. کجا؟ بده ای تو اون سرت بخوره. چی شده؟ منیجی اومدی اینجا؟ به خدا خودم سرشو میبرم اگه بخواد یه وقت خدا نکرده من ندونسته باشم کاری بده. سر بریدهش به چه درد من میخوره؟ کاری که بابتش پول گرفته باست انجام بده یا مایله برگردونه. از تو پرش به هر بابتش به خیلی قول دادم لوتی. اون تقصیری نداره. این دایی نامردش همه کارا رو به هم ریخته. اوضاعشون قراش میشه حسابی. منیجه چه قولی بذاره برام کن؟ به اون اشکایی نشته باش. فوزلی من خوب. تا هفته دیگه کاری که باید بکنه اگه نکنه به جون یه دخترم یه نون خور از سر صفرت کم میشه. برام خان من خودم نوکره دارم. اون دختره چش سفید هیچ کاری نداشته. هر چی بگی خودم میکنم برات. خیلی ورور میکنی ها. یک کلوم ختم کلوم. بهش حالی کن من چه سگی هستم. مگه اینجا خونه خاله هست؟ تا هفته دیگه یا قولی که داده یا از تو فرش یا چی برام خان؟ برام خان، برام خان، برام خان. ای دانی بیدان. دکتر سلام. سلام آقای دکتر. سلام علیکم. سلام آقای دکتر. تا موضوع فهمیدم گفتم حضوراً خدمت برسم. یک ماه مرخصی برای سه روز مسافرت. جواب بیمارستان و بیمارا رو چی میدین؟ راستش آقای دکتر من به این مرخصی احتیاج دارم. حال روحیم اصلا خوب نیست. شاید هم اصلا یه مدت تمدیدش کنم. بعد از اون ماجرای شب مهمونی فکر میکنم موندن افسانه دیگه در اینجا درست نباشه. البته تصمیم آخر رو خود افسانه میگیره. رفتار غلط و ناهنجاری یک جوان آسوپاس و تمکار نباید مسیر زندگی درست و آروم خانم دکتر رو منحرف بکنه. به قول شمس تبریزی احتیاط خیال دیویست در روح فرشته ها دمیده شده است. ببخشید آقای سارمی، ما پروازمون ساعت 10 هستش و حداقل باید یک ساعت قبل از پرواز فرودگاه باشیم. حکایت آقای صحرایی و خیال دیوش حکایت تموم شدیه واسه ما. با اینکه خبر داریم ایشون در حال مبارزه سختی برای ترک احتیاط، اما مسئله مهم برای ما فعلا پدر بزرگ افسانه است. دروغ و دروغگویی از بارزترین مصادیق یک آدم معتاده. من به خاطر حرفم با این تیپ جماعت خیلی سر و کار داشتم.
رازگوترین اونها دروغگوترینشون. زیاد به قول و قرار آدم معتاد اعتماد نکنید. اما به قول لاواتر هر آدمی لحظات شیطانی داره و این لحظات در هر آدم معتاد میزان اعتیادش براش معین میکنه. آقای دکتر، امیدوارم با مرخصی یک ماه من موافقت کنید. هر چیزی که آسایش و آرامش شما رو فراهم بکنه قطعا اتفاق میفته، ولی خواهش میکنم به خاطر بیماراتون هم شده برای مدتش تجدید نظر کنید. من تا فرودگاه شما رو همراهی میکنم. ای چی شانس نیوردین؟ این دایی مجیدم شانس نیوردین. دیدی چطوری زحمت اونو به باده؟ چه زحمتی؟ چیکار کردی مثلا؟ هیچی بابا، این همه خرمالی کن، این همه نقش بازی کن، این چاره زوره. چقدر زحمت کشید، رول 10 نفر رو بازی کرد. اگه رفته و تیانت کرده نقش اول بود. چی شد حالا؟ نمیتونی عین آدم زندگی کنی؟ ببین منیشه، دیگه داری اعصابم رو خط خطی میکنی ها. میزنم دک و پوست توی یکی میکنم. حالا بزن اونه که داغون کردی از بیمارستان مرخص شن. اصلا همه شخصی دایی مجید نامرده. خجالت بکش، آدم شو. دیگه نشتمم راجع به دایی اینجوری حرف زدی ها. ببخشید مادمزه، من معذرت میخوام. ببینم نکنه باورت شده اون یه پخیه. حمید جان، مادر، تو که اینطوری نبودی. بعد داییت بیاد تو راه راست این اعتیاد لعنتی رو کنار بذاره. نه اعتیاد تو سرش بخوره، هممونو بدبخ کرده. هرچی نقشه کشیدیم همش رفت رو. زهره هم که قرار کرده رفته خونه باباش. قصه زهره رو نخور، بر میگرده. چرا برگرده ننه؟ منم اگه جایی بودم بر نمیگشتم. یه ما اینا هرچی خواستن گفته چشم، هرچی طلا از خونه آقا جونش آورده بود فرو خواسته اینا، آخرش هم هیچی که هیچی. تو به سهمت میرسیدی، خود یخه جر نده. چه سهمی؟ چه چشکی؟ بکدی من خرم؟ شما اگه بتونین قرض برام خوله رو بدین که نمیتونین، یا کار کردین؟ حالا خودتون رو ناراحت نکنین، خدا رو شکر کنین ازتون شکایت نکردن. حالا نجیب بودن، اگه نه الان پشت میلای زندون بودین. اونا بخشیدن، اما تو اون برام خوله نومرد نبخشید. 100 دفعه گفتم بار کچ به منزل نمیرسه، گوش نکردین. اتفاقا این دفعه رسید، ما یه کاری کردیم نذاشتیم کج بشه و بریزه. واسه شما رسیده، واسه اون دایی نازنین خالیفوسارمون رسیده. میدونستم که از اولش هم سرمون بیکلا میمونه. ما شدیم لولی سر خرمن. آقا امید، شما چقدر خرج کردی؟ با زهره حساب کردیم یه 300-400 تومانی میشه. اینو دروغ میگی مثل همین. تو کیسه دوختی؟ 1 میلیون بگیری دیگه پارس نمی کنی؟ چاکر شما هم هستین. حق پول برام چی؟ اونش دیگه دخلی به تو نداره. تو 1 میلیون بگیری راضی میشی؟ دیگه پشت سر دایی حرف نمیزنی؟ زهره برمیگرده خونه؟ دیگه اینجوری قر نمیزنی سر من؟ بابا، خواهر و برادر اینقدر به هم نمیپرن. تلفن بزن زهره بیاد سر خونه و زندگیش. اینقدرم سر به سر خواهرت نذار، والا گناه داره. کم خودش درد داره، تو هم هی سرکوفتش بزن. واسه دلش در بیاری. بی خوشمت دختری چش سفید، بدبختم کردی. آخه من بیچاره دیگه از کی قرضی برم جنس بگیرم؟ اگه اون مجید ابله گیر بیارم بیچارش میکنم. چه خبره بابا، دو فریاد رو انداختی. ما که آبرو نداریم هیچ فصل در همسایه. تو دیگه خفه شو، اگه یک کلام اضافه غلط بکنی همچون میزنم تو دهنت که 1 سال خوراکت بشه شیر برنج. چی اینقدر شلوغش کردی؟ سلام علیکم. سلام از جهل مار. ببینم این دختری نفهم تو بردی پیش بهرام خوله؟ آره. چرا بی رفت نگه آقا جون؟ بدکاره، باید بدکاریشو بده دیگه. سلام مرد، کجا بودی؟ دلم 1000 راه رفت. خیلی خوب، نمیخواد تو دل واسه من 1000 راه بره. برو جلوی اون داداش پروفسور رو بگیر که روزگارمون سیاه کرده. اون به تو چیکار داره بدبخت؟ اگه 1 لقمه نون از سر سفرت خورده 10 تا لقمه گذاشته سر سفرت. کوفت بشه اون لقمه ای که اون بیچشم رو سر سفره من میاره. بابا دایی که به کار شما کاری نداشت، خودتون رفتین گیرش آوردین گفتین واسه پیدا کردن افسانه کی بهترم مجید. من به خب بابا جان
من بهش گفتم بیاد بگرده پیداش بکنه، نگفتم که این همه ماجرا بسازه بعدم وسط رو دلش کنه. اگر دلش نمی کرد که الان همه ما میلیونر شده بودیم. آقا جون بس کن. راست میگه دیگه، اگه جان زده بود الان هممون پولدار بودیم، اشوارم وستگیر میآوردیم و از شرت خلاص میشدیم. تو دیگه خفه خون بگیر. حالا مگه چی شده؟ شاید بهمون مژدگونی دادن، واسمون کار پیدا کردن. دوزر بده آش، به همین خیال باش. توف کف دستمون نمیندازن. مژدگونی. ببینم منیژه، تو چه قولی به این برام خان داده بودی؟ چی کار باز بساش میکردی که نکردی؟ چش سفید؟ هیچ آقا جون، دروغ میگه. خالی میبنده. دروغ میگه. پول ازش گرفته بودم برم از زایدان واسه جنس بیارم. همه رو خرج اتینای دایی مجید کردم. خودم پول گرفتم، خودم هم جوابشو میدم. بهش کسم هیچ دخلی نره. چجوری؟ گفتم که پسش میدم، بهش که مربوط نیست. اصل و فرشو پس میدم. قبول نمیکنه. اون فقط جنسشو میخواد. یعنی بره جنس بیاره، پخش کنه بین جوونای مردم، بندازتشون تو چا؟ بابا جون، این بهرامی که من میشناسم، اگه اینا این کارو نکنن، خودشونو میندازه ته چا. حالا کجاست این پروفسوره؟ داره ترک میکنه. اون بدبخت الان داره عذاب میکشه، اون وقت اینجا نشستین دارین پوسترش لغز میخونید. ترک میکنه؟ زکی گفته یه چند روزی میذارم کنار. آبا از آسیاب و که افتاد دوباره شروع میکنم توپ به توپ میشم. همه بدبختی های ما مال تو اون برام خلاص. اون وقت شما سنگ اون رو به سینه میزنیم؟ زن جلوی دهن این دخترتو بگیر بشه خفه چه؟ بلا خودم میام خفش میکنم ها. اگه یه لوتی این برا پیدا شه اونم بهرام خانه. باش سلام. سلام از کلم قربان. سلام بهرام خان، اخبار تازه؟ جا زدن آقا، مثل اینکه چی؟ همه برنامهاشون به هم ریخته. خیلی خوب شد. حالا باید تو آچمز نگرشون داری و نذاری تکون بخورن. حتما قربان. گفتم پولا رو میدیم پس میدیم. گفتم چی؟ من چی عالیم نیست. پول دادم یا جنس یا شریک. ببین بهرام، مشکل ما مشکل جنس نیست، مشکل مشتری و شراکته. باید وادارشون کنی واسهت مشتری بیارن. صد بار بهت گفتم بازم میگم، بازاری که روز به روز رونق نگیره باید درشو گل گرفت. بهتر بگم، مرغی که تخم نمیکنه باید کشتش. چش قربان، شما نباید ناراحت بشین، واسه قلبتون خوب نیست. من حسابی هم دختره رو هم پدره رو تحت فشار گذاشتم. چی؟ تازه بچه های تیزی هم هستم. تو خودت میدونی، من هشدارمو بهت دادم. شما آقا خیالتون راحت باشه، یه باند جمع و جور ازشون درست میکنیم، حسابی میتونن دو سه تا ملار شیرین بگردونن. اگر این پسر مجید بتونه رو دانشجوها کار کنه، بهرام خان نونمون تو روغنه. اونم چه روغنی؟ روغنی کرمانشاهی. الان آقا من به خود دایی میگم با دختره بیاد ببینیم چی مزه دهنشون چیه. بچه رو معطلی، برو پیش مجید یه بسته دوای اعلابش بده، بسازش، تهدیدش کن که باید با ما همکاری بکنه و الا بابت بدهیش بس بده گوشه زندون آب خولک بخوره. چشم قربان. چشم. بهرام خان. بله قربان. چقدر مونده؟ 13 ساعت و 46 ثانیه. خیلی خوبه. چند دقیقه دیگه وارد 12 میشه. دیگه چیزی نمونده. ببین آبجی مرحمتت واسه چی درست کرده، بخو جون بگیری. هیچی نمیتونم بخورم، زبونم من چوب شده.
تو که تا حالا طاقت آوردی یه ذره دیگه هم تحمل کن. پاشو یه آب به دست و صورتت بزن. نیست که جونم نیست. پاشو دایی، تو رو خدا پاشو. آی دایی او آی آی مادر جون چه غلطی کردم. آی 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 آخی آی راستی از اون برگه چه خبر؟ رفتن تبریز دیدن پدر بزرگه. آه. با این مردی که برام خوله چیکار کردین؟ پولشو بهش پس دادین؟ نه با قبول نمی کنه که. تازه اگرم میخواست قبول کنه کوپول. آقا رضا همچی یه بفرما زد ها. نگرفتین که؟ نه با آه. اما همه دو زوره خیلی پاپی هم میشن. همش گیر دادن سهممونو میخوام، طلامونو میخوام، علنگومونو میخوام. باش بذار حالم خوب شه به حال اونا هم میرسم. نمیخوای این تابلوها رو اینجا برداری؟ نه میترسم اگه اونو بردارم ارادم سوس بشه. اون خوبه. راستی از این سارا خروز چه خبر؟ به ثروتش رسید یا نه؟ بیشتر شبیه کوزت و جانواز جاننده ای. آی بیا. آی با من که نمیتونم بخورم که دایی جان که خورجونو بگیری دایی تو رو خدا. زبون من چوبه دایی جان. خب ببین رنگ رو چه شکلی شده. یه قاشق بیا باشت. یه قاشق دایی یه قاشق به خاطر آبجی مره من ببین بشیری من آب بده گلوم خوشکه. آی آی مادر جان چه آی ممکنه دایش کار دستت بده. چش خوردون چش عزت زیاد. را بیو مرزه آقا رو تا آخرین نفس همش اسم افسانه خانم رو لباش کرد. با هم تا شام فرشته ایست که مردمان را میخواند به این ندا که زاده شده این برای مردن و آمده این برای رفتن. آقا جون برای چی؟ ما که اونو بخشیده بودیم. پدر بزرگ نخواست بار سنگین گناهاری رو که درباره دختر رو نوش کرده بود با نگاه کردن تو چشمای تو سبک بکنه. اون خودشو مستحق این بخشش نمیدونست. اون رفت قبل از رسیدن ما. اون تحمل عظمت رنج و مرارت و سختی که تو این زندگی تو کشیده بودی نداشت. رفت و اجازه داد با رفتنش بازماندگانش برای بخشش و تحمل و رنج این زندگی دستشون رو باز کرده باشه. همین. نمیخواین واسه عرصه دخترتون رو داشته باشین؟ دیدم یاخ یاخ میخواییم عرصی دخترتون خراب بشه؟ اما این عروسی هیچ وقت سر نمیگیره ایرباهم آقا. چرا؟ چرا؟ Thank you.
خیلی خوب کردی اومدی زهره جون. این حمید دیگه سر ما رو خورد. زهره رفته خونه باباش قهر کرده، دیگه پاشو اینجا نمیذاره، کش ما رو. نه بابا این چه حرفیه؟ من که قهر نکرده بودم. فقط چند روز رفته بودم خونه آقا مینا تا آب از آسیاب بیفته. میدونم. حالا دیگه ناراحت نباش. من همه پولایی که تالا خرج کردین، طلایی که گرو گذاشتی، پستون میدم. یه دستبند خوشگلم واسهت کادو میخرم. منیژه؟ ها. گنج بده کردی؟ ای، یه همچی چیزایی. از آقا رضا؟ ای ناغلا نکنه. ای بابا زوره. ما کجا اونا کجا؟ بله بفرمایید. بفرمایید. سارمی هستم. بفرمایید بالا. بفرمایید آقای دکتر. سلام جناب صحرایی. سلام از بنده است. شب بخیر. شب شما هم بخیر. این همون تابلویی که تو رو تکون داد. بهتره بریم سر اصل مطلب آقای دکتر. من حالم زیاد خوشایند نیست. در جریانم. طبیعیه، عوارض بعد از ترک. میتونم بپرسم چرا؟ چی چرا؟ انگیزه ترک تو. خریت. شایدم امتحان اراده. فقط. فقط. باورم نمیشه. باور بفرمی. یا چی میخوایی بشنوی که خوشایندت باشه که باور کنی؟ من همونو بگم. افسانه. بفرمایین. سلام علیکم خانم. منم رضا. حالتون خوبه؟ الان ذکر خیر شما بود حلال زاده اینا. بالاخره افسانه پدر بزرگشو دید یا نه؟ بله بله. اما نه زنده. متاسفانه چند ساعت قبل از رسیدن ما پدر بزرگ فوت کرده بود. من تسلیت میگم بهتون. واقعا خبر بدی بود. خیلی ناراحت شدم. بیچاره پیر مرد. الان افسانه حالش چطوره؟ از طرف من به افسانه و پدرش خیلی تسلیت بگید. ممنون. حتما بهشون میگم. ما فردا میایم تهران. دیگه موندن ما تو تبریز لطفی نداره. به محض رسیدن میام دیدن شما و خانواده. و تحویل مژدگانیه که وصیت پیرمرد بوده. مژدگانی؟ فعلا وقت این حرف نیست. فردا که دیدمتون بیشتر صحبت میکنیم. من میخواستم که اگه اشکالی نداشته باشه در مورد درباره چی؟ خیلی خوب، حالا باشه برای بعد. فردا که دیدمتون با هم صحبت میکنیم. خب؟ از تو فردا. کاری ندارید؟ خداحافظ. خداحافظ. چی میگفتی نوای سهرابی؟ بازی مسخره ای که ما شروع کردیم آخرش داره هر دقیقه تلخ تر میشه. پدر بزرگ افسانه بدون این که اونو ببینه مرده. واسه تو؟ واسه همه. خوشحالم. از ابتدا میدونستم که آدم منطقی و عاقلی هستی. پس حرفی برای گفتن نمونده. به سلامت آقای دکتر سالمی. اگه اینطوریه باشم شب بخیر. شب شما هم بخیر. راستی آقای دکتر، بهترین چوبای دنیا هم ممکنه یه روزی موریانه بزنن.
واحد هم بخندی. چطوری رفیق؟ خوبی؟ ببینم چی گفتی به جناب دکتر ها؟ الان پایین جلو ماشین دیدمش، این اسفند رو آتیش جلیز و ویلیز میکرد. اومده بود اینجا که از بابت افسانه خیالش راحت بشه، که منم خیالش راحت کردم. خب مثل اینکه ثانیه های آخره، اینطور نیست؟ آره، انگار که از 60 درجه زیر صفر رد شدم. تموم شد، تمومه تموم. گفتم میتونی، نگفتم؟ خب حالا دیگه باید جشن بگیریم. خب اینم کیک به مناسبت تولد دوست عزیز بنده. بدم تو دانشکده اراده تو مثال زدنی بود. عجب دورانی بود زمان دانشکده، دیگه تکرار نمیشه. توی شیطونم اول ترم جیم میشدی و آخرش بالاترین نمره رو میگرفتی. خب حالا چشماتو ببند و اون کبریتتو بده به من. کبریت ندارم. خب بندک دارم. خب بده من چشتو ببند دیگه. خب میشه خودت روشنش کنی؟ چجوری شما ببندم خودم روشن کنم؟ روشنش کن دیگه. روشنه؟ نه نه نه، یکی دیگه، یکی دیگه. خب 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 صاف صاف صاف. خب حالا چشتو باز کن. آره آره خاموشش کن. خب چشتو باز کن. بازه. داشت نگاه میکردی. خب اینم یک شم به مناسبت اولین سال تولد دوبارت. تموم شد. یه همه در به دریات تموم شد. الان چه ساعتیه؟ الان نصف شبه، اما برای ما طلوع خورشیده. یا مجید، باشه بریم بیرون جشن میگیریم، چطوره؟ هر چی تو بگیم. باشه خیلی نکرم.